روز گذشته عفو بین‌الملل گزارش سالانه خودش رو درباره نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرد. توی این گزارش با اشاره به سرکوب شدید تظاهرکنندگان با استفاده از گلوله‌های واقعی به مسئولیت از مجازات برای سران جنایتکار رژیم اعتراض کرد. از سوی دیگه شاهد تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم به علت نقض حقوق بشر در ایران هستیم. برای بررسی موضوع و تأثیر این تحریم‌ها و همچنین بررسی دو روی کرد در برابر سرکوب رژیم، همراه میشیم با آقای بهروز پرتوی، مترجم رسمی دادگستری سوئد. به شما خوش آمد میگم آقای پرتوی، خیلی خوشحالم که در چنین روزی همراه ما هستین. ابتدا میخواستم برامون از نکات مهم گزارش سالانه عفو بگید که چه بوده و چه چیزهایی رو تأکید کرده. خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. بسیار بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید و مخصوصا موضوع بسیار بسیار مهمی که موضوع بحث امروز است که گزارش سالانه عفو بین‌الملل، یعنی در واقع گزارش سال 2022 رو داریم که دیروز این گزارش منتشر شده. در جواب سوال شما، گزارش عفو بین‌الملل در سال 2022 وضعیت حقوق بشر رو در ایران بسیار بسیار وخیم گزارش میکنه. در یک مقدمه که خود شما هم اشاره کوتاهی فرمودید مطرح میکنه که بعد از خیزش مردم ایران بر علیه استبداد دینی و بر علیه حکومت آخوندی، نیروهای امنیتی به طور غیرقانونی گلوله های واقعی و گلوله های جنگی رو برای سرکوب اعتراضات شلیک کردند. صدها مرد و زن و کودک رو به قتل رسوندن، هزاران نفر رو مجروح کردند. همچنین هزاران هزار نفر به طور خودسرانه بازداشت شدند و به طور بسیار ناعادلانه محاکمه شدند، تنها به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر خودشون که حق اعتراض باشه. در گزارش عفو بین‌الملل برای سال 2022 وضعیت حقوق بشر هم طور که عرض کردم بسیار وخیم خوانده شده، بسیار نگران کننده ترسیم شده و اینکه در زمینه اعدام‌های غیرقانونی، فراقانونی، ناپدید شدن‌های اجباری با مسئولیت از مجازات برای جنایات مداوم علیه بشریت مواجه است. یعنی حتی اشاره می‌کنه گزارش عفو بین‌الملل که برخی از کسانی که در این جرایم شرکت داشتند در پست‌های بالای دولت از جمله پست ریاست جمهوری قرار دارند. همچنین دیوارهای بلند در اطراف گورهای دست جمعی خاوران رو در این گزارش ما می‌بینیم که گمان می‌رود حکومت آخوندی به دنبال پاک کردن آثار جنایت تابستان 67 باشه که از نظر جنبش دادخواهی و از نظر حقوق بشر بسیار بسیار اهمیت داره. در این گزارش موقعی که به خاوران میرسه به صدور حکم دادگاه بدوی دادگستری سوئد در مورد دشکیم حمید نوری در ماه ژوئیه اشاره میکنه که به اشد مجازات، یعنی زندان ابد به دلیل قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 یا همان تابستان 67 اشاره میکنه. پس کنم حضورتون که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خودش که دیروز روز 8 فروردین منتشر کرد، موارد گسترده حقوق بشر مقام‌های رژیم ایران رو در برابر معترضان به صورت بسیار بسیار خوبی تونسته مستند بکنه که نهادهای امنیتی رژیم ایران افزون به بکارگیری شکنجه در برابر معترضان برای سرکوب اعتراضات و در هم شکستن روحیه اعتراضات در میان جوانان از روش ضد بشری و ضد انسانی تجاوز و خشونت‌های جنسی در برابر کودکان 12 ساله نیز استفاده کرده که عرض کردم همه اینها رو مستند کرده است. خانم کلامارد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که در ایران زنان به خاطر مقاومت کردن و به دست نیروهای دولتی کشته شدند. در افغانستان هم اشاره میکنه که نیروهای که بالاخره وضعیت زنان در افغانستان هم زیر حکومت طالبان وضعیت بهتری از ایران نداره. در کنار این گزارش داریم خانم نسیم پایانی، گزارشگر ارشد عفو بین‌الملل در مورد ایران، در این نشست در یک گفتگوی جریان سال پیشین میلادی رو
و او و همکارانش با ده ها شاهد و منبع در ایران گفتگو کردند. همچنین ایشون میگه که با توجه به بکارگیری غیرقانونی شلیک مهمات واقعی از سوی عوامل حکومت ایران در برابر معترضان که منجر به آسیب دیدگی شدید آنها و حتی کشته شدنشون شده، استناداد زیادی وجود داره. گزارشگر ارشد این نهاد حقوق بشری بین‌المللی در این مورد در نشست پاریس گفت عفو بین‌الملل نام صدها معترضی را که به گونه غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی کشته شدند ثبت کرده که در این آمار شامل دست و کم 44 کودک نیز میباشد. در پایان از سرکوب وحشیانه و بی‌امان خیزش مردمی توصیف میکنه و تأکید میکنن که کودکان معترضی که در جستجوی آینده‌ای آری از سرکوب سیاسی صدا بلند کرده بودند مورد حمله همه جانبه نیروهای حکومتی ایران قرار گرفتند و شکنجه های وحشیانه ای در مقابل این کودک در مورد این کودکان اعمال شده و از کودکان معترض 12 ساله استنادهایی رو در این جلسه مطرح میکنند. به گفته گزارشگر ارشد عفو بین‌الملل در مورد ایران، از زمان آغاز تظاهرات در ایران اقلیت‌ها به گونه غیرقانونی هدف نیروهای دولتی قرار گرفتند که در این میان بلوچ‌ها در سیستان و بلوچستان و کردها در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی بیشترین مورد ستم و خشونت قرار گرفتند. این تا اونجایی که به نکات مهم این گزارش برگرده خدمت شما بینندگان. خیلی ممنون آقای پرتوی. آقای پرتوی، حالا ما توی گزارش های عفو همواره به موضوع مسئولیت از مجازات برای خب سرکردگان رژیم که توی جنایت های مداوم و مستمر علیه بشریت دست دارن میبینیم که اشاره میشه. خواستم از شما بپرسم که در مورد تشکیل دادگاه بین المللی آیا فکر میکنید امکانش هستش که این دادگاه ها علیه سران رژیم هم تشکیل بشه و امکانش وجود داشته باشه؟ از کنم حضورتون به طور واقعی دادگاه هایی که در این 44 سال در گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جنایات رژیم آخوندی صورت گرفته عملاً و علناً تمامی سران این حکومت ضد بشری رو در غیابشون واقعاً دادگاهی کرده. ببینید، شما از دادگاه میکونوس بگیرید، اونجا هم اسم خامنه ای هست، هم نقش رفسنجانی، هم نقش وزیر اطلاعات وقت و تعداد دیگه ای از سران رژیم. بعد از اون شما به دادگاه دیپلمات تروریست اسدالله اسدی برمیگردیم که یک دیپلمات ارشد در سفارتخانه رسمی رژیم و این بالاخره مربوط میشه به دستگاه و ماشین دیپلماسی حکومت آخوندی که وزارت امور خارجه باشه، که وزیر امور خارجه رو خود ولی فقیه ارتجاع انتخاب میکنه. بنابراین تا اونجایی که به این دادگاه برگرده، به دادگاه حمید نوری که مراجعه میکنی میبینی که اونجا از پور محمدی که وزیر دادگستری دولت روحانی بوده تا رئیسی که الان رئیس جمهور حکومت آخوندی، همگی اینها و خود خمینی دجال و دستنویسش و فتوایی که داده برای قتل عام زندانیان سیاسی. منتها اون چیزی که مد نظر شماست به طور مشخص این که مثلا مثل دادگاه میلوسویچ، مثل دادگاه نورنبرگ، دادگاه های این چنینی، در واقع میتونم اینو بگم در جواب سوال شما، هر آنچه که فعالین ایرانی، هر آنچه که به طور اخص مقاومت ایران واقعا تونسته از لابلای پاراگراف ها و پفسره های قوانین اساسی کشورهای مختلف و قوانین جزایی بین المللی در بیاره، واقعا نهایت استفاده رو کرده. من سراغ ندارم واقعا دوستان حکومتی رو در تاریخ 100 سال گذشته 69 قطعنامه محکومیت نقض شدید حقوق بشر رو از طرف سازمان ملل در کارنامه‌اش داشته باشه. خب اینا واقعا تلاش‌های بسیار بسیار جدی روزها، سالها، ماها، خون جگر خوردن پشتش بوده، میلیون‌ها واحد کار پشتش خوابیده. در اینه که حکومت آخوندی به عنوان یک حکومت جنایتکار به دنیا معرفی شده، اولین و آخرین دلیلش میتونم بگم همین انزوای بین المللی که مثل یک حکومت جزامی کسی
نه باهاش معامله میکنه، نه باهاش روابط دیپلماتیکی داره، نه چیزی. منتها به طور واقعی جواب مشخص سوال شما، یک طبق قوانین دادگاه بین المللی یک دولت در حاکمیت رو نمیشه محاکمه کرد، مگر اینکه یک دولت دیگری که اکنون قدرت داره بره پای این شکایت و پیگیری بکنه و اونم آیا به نتیجه برسه یا نرسه. بنابراین به نظر من همان که هر کاری که میشد واقعا در زمینه افشا و محکومیت جنایات ضد بشری حکومت آخوندی صورت بگیره واقعا تا الان صورت گرفته. گزارش عفو بین‌الملل رو نگاه کنید، تمام دیدبانان حقوق بشر سازمان ملل متحد رو نگاه کنید، هر دوره هر کدوم که آمدن با توجه به اینکه واقعا تمام خونهایی که در ایران ریخته میشه، یک سازمان و یک تشکیلات سازمان یافته پشت این قضیه هستش، یک نیروی قوی و بسیار بسیار جدی در کار خودش، تونسته 69 قطعنامه رو بر علیه ثابت بکنه و تمامی این اجلاس هایی که میبینی به نظر من رنگ پس دادن تمام خون جگر خوردن های این 40 ساله که الان داره میبینیم حکومت آخوندی رو به این درجه از انزوا رسونده. بله آقای پردوی، حالا ما تو روزهای اخیر شاهد تحریم هایی هستیم که علیه رژیم به خاطر نقض حقوق بشر از سوی کشورهای مختلف داره اعمال میشه. خواستم بپرسم که به نظرتون اعمال این تحریم ها چه تأثیر مادی میتونه در رابطه با جلوگیری از استمرار جنایت ها داشته باشه؟ ببینید به طور واقعی ما اگه بخوایم همین 44 سال حکومت ضد بشری آخوندی رو بررسی بکنیم، میبینیم در اونجایی که دنیا سکوت میکنه تیغ جلاد تیزه، تیغ جلاد بسیار تیزه. از 30 خرداد 60 تا اواخر تابستان 67 میبینیم که چه جنایات وسیع و شنیعی رو حکومت آخوندی بر علیه مردم ایران اعمال میکنه که فقط در یک قلم تابستان 67 30,000 سربدار رو ما داریم به جرم اندیشیدن، به جرم فکر کردن. فکرشو بکنید، واقعا ما اینجا توی اروپا برای خیلی کسانی که اروپایی هستن و با اینجور جنایات آشنایی تاریخی ندارن، بعضی موقعا مجبور میشیم ساعتها توضیح بدیم که آقا والا بلا جرم اینا فکر کردن بوده، اندیشیدن بوده، دگراندیشی بوده. به جرم دگراندیشی در تابستان 67 در یک قلم 30,000 نفر و در طول حکومت منحوسشون تا کنون 120,000 نفر خون بهترین فرزندان این مملکت رو ریختن. بنابراین در این چارچوبی که شما سوال میکنی، به نظر من این تحریم ها بسیار بسیار خوبه ولی کمه. بله. تا زمان این تحریم ها باید با این هدف که ماشین سرکوب حکومت آخوندی رو از کار بندازه باید ادامه پیدا بکنه. باید سپاه پاسداران حکومت آخوندی در لیست تروریستی قرار بگیره. باید تمام ارگان هایی که تمام نیروها و جریان ها و لایه ها و اقشاری که چه در داخل کشور چه در خارج کشور با این نیروی آدمکش، با این نیروی جهنمی و اهریمنی ارتباط داره، باید تحریم کرد، باید تنبیه کرد، باید تمام درا رو به روی اینها بست. چون اینها نه فقط در ایران، در سوریه، در عراق، در افغانستان، در یمن، در فلسطین، در جای جای منطقه، حتی در دنیا، آرژانتین رو به خاطرتون بیاری، ترورهایی رو که در خارج از کشور کرده، از آن جمله پروفسور رجوی رو که ترور کرده و خیلی فعالین دیگر رو، همگی اینها نشون میده که حکومت آخوندی باید بیشتر تحریم بشه، باید بیشتر منزوی بشه. تا زمانی که با دستای پرقدرت مردم ستم دیده ایران و کانونهای شورشی به زباله‌دانی تاریخ انداخته میشه. بنابراین این تحریم ها بسیار خوبه در کند کردن تیغ جلاد، ولی کافی نیست. باید تیغ جلاد رو از کار انداخت، باید نیروهای سرکوبگرش و ارگانهای سرکوبگرش رو تحریم کرد، در لیست تروریستی گذاشت که نتونن خون مردم ایران رو بریزن. بله. حالا این پرتوی به عنوان آخرین سال می‌خواستم به یک موضوع دیگه هم بپردازیم، به یک موضوع مهم. اون اینکه یک دیدگاهی که اخیراً از سوی برخی جریان‌ها تو خارج کشور مطرح میشه اینه که خب برای جلوگیری از استمرار جنایت‌های رژیم که شما خیلیش رو توضیح دادین، از مردم میخوان که خلاصه خواستاری میشن که تظاهرات در خیابون نکنن، اعتراضشون رو بیان نکنن و در خونه بمونن و این خلاصه به نتیجه میرسه و خلاصه اگه بخوایم بگیم طرح خشونت پرهیزی رو تبلیغ و مطرح میکنن. من میخواستم یکی از این موارد رو خیلی کوتاه با هم ببینیم و بشنویم
و بعد نظر شما رو تو این رابطه. It is almost impossible for nations of the world looking at a country and its evolution to expect people at that level of excitement being on the streets every single day for months at a time. It's unrealistic, nor is it in that sense necessary. Because the protests had to send a clear message to the world that we want an end to this regime. Now, would you rather see our children be shot in the eye or poisoned by chemical attacks? Or if they were to stay home, nobody can force them out of their homes if they choose not to show up for work, which is why we are aiming for a strategy of maximum support that would lead to financing key sectors within Iran of the labor forces that can bring the final shock and paralyze the system to collapse. It can be done quickly enough, because if it's too long, the nation could also suffer from it a little bit. So the timeline could happen in a matter of a month or 2 months, maybe, of intense support. And if you do the math, we're not talking about billions of dollars. Imagine that 100,000. بله، ابتدا قسمتی بود که زیرنویس نداشت و بعد مجددا تکرار شد. آقای پرتوی، دیدیم که تو قسمت اول صحبت اشاره میکنه به اینکه ضروری نیست و خلاصه برای انقلاب و برای نتیجه رسیدن اعتراضات مردم تو خیابون‌ها نیان و تو خونه هاشون بمونن. پاسخ رو چگونه باید داد؟ به حال یعنی رژیم جنایت بکنه و مردم ساکت بمونن، چی باید گفت و نظر شما چیه توی رابطه؟ ببینید، به طور واقعی به نظر من این صحبت‌های بچه شاه نمونه واقعی برای اثبات قدرت جنبش و مبارزات مردم ایران و انقلاب دموکراتیک نوین ایران، در اینی که در تمام مبارزات آزادی بخش در دنیا در طول تاریخ دشمن موانع واقعی رو جلوی مردم میذاره که به اهدافشون نرسن، چه اونجایی که میکشه، چه اونجایی که شکنجه میکنه، چه اونجایی که دستگیر میکنه، تجاوز میکنه، خانه هاشون رو خراب میکنه و و تمام کارهایی که حکومت آخوندی به کرات در این 44 سال تکرار کرده. منتها این فقط به تنهایی شیوه های، این یکی از شیوه ها یا تعدادی از شیوه های مقابله دشمن برای پسراندن جنبشه. یکی دیگه از شیوه هاش همینی بود، همین کلیپی بود که الان شما پخش کردید. ببینید، صحبت های این شخص هیچی نیست غیر از این که واقعا ثابت بکنه جنبش ما قدرت زیادی داره. چرا؟ چون از اتاق فکر وزارت اطلاعات و از اتاق فکر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این بیرون اومده که آقا ما بریم سراغ استخوان‌های پوسیده حکومت سلطنتی و ساواکی‌های جنایتکاری که این مردم با پرداخت هزینه و با دادن خون 44 سال پیش اینا رو به زباله‌دان تاریخ انداختن. به طور واقعی هر کسی به هر دلیلی، تحت هر لوایی، با هر بهانه‌ای بحث است، صحبت از این بکنه که به خانه هاتون برگردید، پشت پنجره هاتون بشینید، نمیدونم بوق ماشین بزنید، لامپا رو نیم ساعت یک ساعت خاموش بکنید، در خونه هاتون بشینید نیاین بیرون، این نیاز حکومت آخوندی به تنفس مصنوعیه. اینجاست که به نظر من به طور واقعی جنبش ما قدرتش بیشتر از اونی بوده که حداقل بنده فکر میکردم، تا اینکه من این دار و دسته 6 نفره و منشورشون و تمام بالا پایین ها و مصاحبه هایی که این ور اونور کردن تحقیق کردم که این نمونه آخریشه که شما محبت کردین گذاشتین. بنابراین تقاضای پهلوی از مردم ایران که به خانه هایتان برگردید در واقع مشروعیت بخشیدن به همون پشتار مردم، در واقع کمکیه که داره به خامنه ای میکنه. ببینید، این اتفاقی نیست. خامنه ای میاد میگه چی؟ میگه ما چنان سیلی به دشمن زدیم، داخل پرانتز دشمن واقعی خامنه ای، توده های میلیونی مردم ایران، کانون های شورشی و اپوزیسیون سازمان یافتش هستش که 57 سال سابقه مبارزه با 2 دیکتاتوری رو داره. اینو در یک کلام خامنه ای دشمن میدونه، میگه ما به دشمنمون سیلی زدیم. از این ور بچه شاه میاد میگه از خونه هاتون نیاین بیرون، مبادا ساچمه بزنن، چشماتون رو کور بکنن، مبادا شلیک بکنن، مبادا گاز سمی پخش بکنن.
تو لااقل که اینو میگی بیا اینم محکوم بکن، بگو کی بوده که زده این مردم رو کشته، بگو همون سپاه پاسدارانی که زده چشم مردم رو کور کرده، همون سپاه پاسدارانی که دختر بچه های کشور و میهن عزیز ما رو مسموم کرده در لیست تروریستی لااقل قرار بگیره. تو که میخوای این سپاه پاسداران رو جزء نیروهایی میدونی که قرار فردای روز به تو کمک بکنن که تو بتونی به حکومت برسی و جزء به هر حال داری میگی باشون ارتباط دارم و اینا نباید در لیست تروریستی برن و یا نباید منحلشون کرد و نباید دست به سازماندهیشون زد. بنابراین از یک طرف حکومت احتیاج به تنفس مصنوعی داره، 20 سال تونست یک بختکی رو به اسم اصلاح طلب درون حکومتی به مردم ایران تحمیل بکنه و اینجا واقعا جای خوشحالیه که دیگه نمیتونه چنین ترفندهایی رو استفاده بکنه. جوانان ایران، کانونهای شورشی، مردم ستم دیده ایران در خیابانها در 284 شهر الان در هفتمین ماه انقلاب دموکراتیک نوین مردم ایران هستیم، کوچکترین عقب نشینی نکردن. بنابراین این نیاز حکومت آخوندیه که به چنین دار و دسته آبرو باخته ای با این ادبیات سخیف، واقعا ادبیاتی بسیار سخیف. شما زمانی این پخش میشه، ببینید دوستان من این یک جمله رو بگم، زمانی این داره پخش میشه که خانواده های شهدای آبان، خانواده های شهدای قیام شش ماهه اخیر در آرامستان های مختلف ایران جور و شعف و مبارزه و پایکوبی و استمرار قیام و مبارزه رو میخوان. بعد ببین این یارو چقدر از مردم جداست و چقدر بر علیه مردم و واقعا تمام قد مثل پدر و پدر بزرگش ضد خلق و ضد بشره که میام نه نه برین خونه هاتون. این تنفس مصنوعی به حکومت، این یارو با اون پنج نفر دیگه در بهترین حالتش، حالا بخوام من اسمی براشون بذارم، اینا اصلاح طلبان برون حکومتی هستن، ولی اصلاح طلبان درون حکومتی 20 سال بختک بودن، اینها نتونستن حتی 20 هفته بختک باشن. چرا؟ چون هوشیاری سیاسی است، یک مقاومت سازمانی یافته است و یک مردم حاضر و آماده در میدان بر علیه حکومت ضد بشری آخوندی. حتی در این زمینه میشه به اظهارات سخیف یاسمین پهلوی هم واقعا اشاره کرد، چه اظهارات سخیفی در مورد خانواده های شهدای سازمان مجاهدین خلق ایران. اینا واقعا اتفاقی نیست، همه اینا برنامه ریزی شده است، همه اینا خوب میدونن چیکار دارن میکنن و خوشا به حال ما سرنگونی طلبان و خوشا به حال کانونای شورشی و جوانان انقلابی که در بد و پیدایش هر پدیده ضد خلقی بلافاصله چهرش افشا میشه و طرد میشه از تاریخ و اثر مبارزات مردم ایران به طور واقعی. بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای بهروز پرتوی، مترجم رسمی دادگستری سوئد و همینطور تحلیلگر سیاسی، که توی این گفتگو همراه ما بودین و نکاتتون چه در رابطه با موضوع گزارش حقوق بشر که دیروز منتشر شد مال عفو بین‌الملل و چه سایر نکاتتون در رابطه با قیام ایران. بسیار سپاسگزارم، وقتتون بخیر آقای پرتوی و خدا نگهدار شما. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی. روز شما بخیر. روز شما خوش.